بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان و توانا. بینندگان خوب تلویزیون هادی سلام، روزتان بخیر و نیکی. خوش آمدین امروز هم با برنامه روشنا. در خدمت شما هستیم امروز هم با موضوع سبک زندگی عزتمندانه. شاید بر شما هم پیش آمده باشه که در گیرودارهای روزمرگی زندگی دچار یک نواختی و ناامیدی شده باشین و برنامه های شما دچار بیانگیزگی شده باشه یا به هدفی که میخواسته نرسیده باشین. در طول زندگی همه ما این موضوع حتما پیش آمده و باعث شده که انگیزه را از ما بگیره. گه گداری یک دوره از زندگی ناامید شده باشیم و این یک نواختی خسته کننده را تجربه کرده باشیم. اما امروز میخواییم راجع به این موضوع صحبت کنیم که چطور میتونیم از طریق ایجاد یک سبک زندگی متناسب این ناامیدی را از خود دور کنیم، از زندگی خود دور کنیم، این یک نواختی را کنار بگذاریم و یک زندگی با عزت داشته باشیم، سرشار از موفقیت و پیروزی و امیدواری. همراه ما باشین، امروز راهکارهایی در این راستا به شما خواهیم داد و همراه با کارشناس محترم برنامه خانم آمنه عالمی راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. سلام خانم عالمی، خوش آمدیم به برنامه، در خدمتتان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار محترم و همه بینندگان عزیز، انشاءالله که جور و صحتمند باشن و مطالبی که امروز برایشون گفتم میشه انشاءالله که مفید واقع بشه. انشاءالله. اما خانم عالمی، گفتیم سبک زندگی عزتمندانه و ای که چطور میتونیم این سبک زندگی را برای خود ایجاد بکنیم. بیایم اول راجع به مفهوم عزتمندی صحبت کنیم. ای که میگیم سبک زندگی عزتمندانه با چی معناست، برای ما بیشتر توضیح میدین؟ بله، خب ما همطور که در برنامه گذشته هم گفتیم، اگر ما سبک زندگی برای خودمون انتخاب نکنیم، قطعاً در اجتماعی که زندگی میکنیم ناچار هستیم، یعنی با اون روشی که ما زندگی میکنیم، خب یک سبکی را در پیش میگیریم، یک بله. سبکی بر ما تحمیل میشه و ایچی بهتر است که خب ما یک سبکی را برای خودمان، خب با توجه به اون مؤلفه هایی که خب در ذهن خودمان داریم، ارزش هایی که داریم، بر اساس اونها ما یک سبک زندگی را انتخاب کنیم و بر اساس او انشاءالله زندگی خودمان رو بریم. حالا یکی بگیم که سبک زندگی عزتمندانه، خود عزت و عزتمندی و عزت نفس، اینها کلمات با واژه هایی هستن که خب خیلی به هم نزدیک هستن. یعنی ما نمیتونیم بگیم که عزت و عزتمندی و عزت نفس، تقریبا میشه گفت از یکی هم معنا هستن. خود عزت به معنی یعنی یک ارزشمندی، شاید ارزشمندی دقیقاً همینطور است، یک شخصی که خودش را باور داره، قبول داره، یعنی شخصی که عزتمند هست، بر خودش احترام و ارزش قائل است، دقیقاً همینطور است. و در کنار اینها توانمندی ها و او استعدادهای خودش را هم میشناسه و باور داره. یعنی از یک طرف احساس ارزشمندی داره و از یک طرف هم او توانمندی های خودش را میشناسه و به اونها هم باور داره. و قطعاً کسی که توانمندی های خودش را باور داره، از یک طرف قطعاً شخص عزتمند کسی هست که به نواقص خودش هم واقف هستن. یعنی اینها را هم باور. اینطور نیست که ما بگیم که شخص عزتمند کسی هست که سراسر فقط خودش را قبول داره، بدون اینکه یعنی یک خودخواهی، او دیگه میشه خودخواهی، منظور اون نیست، بلکه عزتمندی است که خب من خودم میشناسم و میفهمم که در چه زمینه هایی توانمندی دارم، اما از یک طرف هم واقف هستم به این موضوع که در کدام زمینه ها حالا توانمندی را که باید ندارم و نمیتونم به نحو احسن او کار انجام بدم. خب میشناسم. و خب همطور که میدونید که امروز ما در زندگی امروز، یعنی در سبک زندگی امروز، بحث عزت نفس، بحث عزتمندی واقعا یکی از مباحث بسیار مهم هست، مخصوصا در روانشناسی و در بحث تربیت و مخصوصا تربیت فرزندان. بحث عزت نفس بسیار مهم هست، چرا که بسیاری از
تقریبا میشه گفت که فضائل اخلاقی که در فرد میتونه در بزرگسالی شکل بگیره، منشأش همین عزت نفس میتونه باشه که در کودکی باید که در کودکی اینها باید ایجاد بشه. یعنی یک شخصی که عزت نفس داره، شخصی که کرامت نفس داره، نفسش محترم هست برای خودش، این شخصی هست که خب ممکن هست بسیاری از فضایل اخلاقی در او رشد پیدا کنه و او ممکن هست یک فرد باشه که خب در هر زمینه‌ای چون خودش رو باور داره، ارزش‌های خودش رو میدونه، توانمندی‌های خودش رو میشناسه، بنابراین میتونه که در او زمین‌هایی که خودش بر اونها مشتاق هست و علاقه هست گام برداره و موفق بشه. بله. ولی کن برعکسش، اگه شخصی باشه که خب این عزت نفس در او به اون شکلی که باید شکل نگرفته و عزت نفس پایین برخوردار هست، این شخصی باشه که واقعا کرامت نفس خودش را نمیشناسه، این شخص قطعا وقتی که به سن بزرگسالی میرسه در بسیاری از برنامه‌های خودش دچار شکست میشه. دمیشه. چرا که نمیتونه خودش رو باور کنه، ارزشمندی های خودش رو نمیتونه درک کنه، توانایی های خودش رو نمیتونه پیدا کنه. بله. واقعا از این دیدگاه میشه گفت بحث عزتمندی و عزت نفس بسیار مهم هست. دمیشه. هم در سبک زندگی اسلامی که حالا ما برامون بسیار اهمیت داره که میگیم خب زندگیمون باید زندگی یک زندگی باشه بر اساس اصول اسلام و هم در زندگی امروز این هست سوای اتا اگه ما سبک زندگی اسلامی رو ما هم در نظر نگیریم، در جهان امروز شما ببینید بسیاری از کشورهای مثلا غربی، افراد غربی هستن که اینها واقعا شاید یکی از مؤلفه های یکی از شاخصه های موفقیت اینها همین داشتن عزت نفس بوده در اینها. بله. که باعث شده که اینها کم کم بسیاری از مؤلفه های دیگه در وجودشون ها شکل گرفته باشه و واقعا باعث پیشرفت و موفقیت اینها داشته باشه. یعنی بحث عزت نفس یک بحثی هست که بحث کاملا شخصیتی هستن، چه در سبک زندگی اسلامی و چه در سبک زندگی غیر اسلامی، یعنی لازمی یک شخصیت هستن. و این واقعا اهمیتش از دوران کودکی بسیار اهمیت داره خانم. بله. قاسمی عزیز، یعنی در دوران کودکی اگر ما بحث عزت نفس را در کودک خودمون، در طفل خودمون اینها را شکل بدیم، قطعا همین پرورش پیدا میکنه و تا زمانی که به بزرگسالی میرسه او عزت نفس واقعی را اونها میتونن کسب کنن. بله. راجع به این صحبت کردیم که زندگی عزتمند چقدر اهمیت داره در زندگی و سبک زندگی را هم فکر میکنم در برنامه گذشته توضیح دادیم خدمت بینندگان عزیز، ای که از چی راه و روشی استفاده میکنیم، حتی تغذیه ما، نوع لباس پوشیدن ما، همه اینها، نوع رفتار ما و حتی ارزش هایی که برای خود قائل هستیم، فرهنگ ما میتونیم بگیم، همه اینها مؤثر هست روی سبک زندگی. و طبق گفته شما عزتمندی هم از اون طرف اگر داشته باشه یک فرد که از آوان کودکی در او شکل میگیره بسیار میتونه برای فرد کمک کنه برای یکی سبک زندگی عزتمند داشته باشه. پس بسیار با اهمیت است این موضوع و میتونه به شدت و به مراتب تاثیرگذار باشه روی میزان موفقیت هر فرد در زندگی آینده او که حالا بعد از کودکی وارد جامعه میشه و قرار است که ایفای نقش کنه به عنوان یک عضوی از جامعه. این بسیار اهمیت داره. راجع به اهمیت این موضوع و ای که در دین مبین اسلام چی توصیه های راجع به این موضوع شده با شما صحبت خواهیم کرد بعد از یک وقفه کوتاه. دوباره خدمت شما خواهیم بود. Oh.
خب بینندگان عزیز، ممنون که نگاه های مهربانتان تقدیم برنامه روشنا کردین. با ادامه برنامه خدمت شما هستیم. امروز در برنامه روشنا در مورد سبک زندگی عزتمندانه صحبت میکنیم و اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی راجع به این موضوع دارین، میتونین با شماره تماس برنامه که زیرنویس میشه با ما ارتباط برقرار کنین و نظراتتان برای ما بگین. برمیگردیم به ادامه بحث خانم معلمی راجع به سبک زندگی عزتمندانه و اهمیت او، که هر فرد چطور میتونه او را داشته باشه و چرا باید داشته باشه، در این سبک زندگی را در زندگی خود پیاده کنه. حالا میخوایم ببینیم که در دین مبین اسلام، که دین کامل هست و انسان به عنوان اشرف مخلوقات در این دین شناخته شده و برای تمام جای جای زندگی او برنامه ریزی شده، آیا ما در قرآن و احادیث راجع به این موضوع روایات و یا آیاتی را داریم که با او استناد کنه؟ بله قطعا. اصلا اساسا سبک عزتمندانه خود همون برنامه اسلام هست. یعنی اسلام اون چرا که برای مسلمانان برای ما تنظیم کرده، در اول در قالب آیات قرآن و بعد در روایاتی که از ائمه اطهار بر ما رسیده، همون سبک زندگی ره که برای یک مسلمان در نظر گرفته، دقیقا یک سبک زندگی هست همراه با عزتمندانه و عزت نفس. چرا که خود خداوند متعال او عزت و شرافت را در ذات هر انسان قرار داده. حالا در آیات قرآن هم ما نمیتونیم بگیم که صراحتا بحث عزت نفس و عزتمندی گفته شده باشه، ولی خب بسیار در آیات زیادی اومده خداوند متعال با بیان مؤلفه های عزت نفس. گفتیم که از مؤلفه های عزت نفس یکیش احساس ارزشمندی است و یکی هم توانمندی. اگه شخصی احساس ارزشمندی داشته باشه و از طرفی توانمندی های خودش را بشناسه، یک شخصی هست که عزت نفس بالایی داره. همین مؤلفه ها رو خداوند متعال در آیات متعدد آمده بیان کرده برای صفات مؤمنین، یعنی کسانی که مؤمن هستن، کسانی هستن که حالا حتی چه برای مؤمنین واسن، کلا برای تمام مخلوقات خودش و صفت ارزشمندی و توانمندی را بیان کرده. در بحث ارزشمندی، حالا که میگیم که بحث ارزشمندی چی هست، اینی که شخص برای خودش ارزش قائل باشه. میگیم یک شخص اگر برای خودش ارزش قائل باشه، یک احساس ارزشمندی داره. همین خود ارزشمندی را خداوند متعال در آیات متعدد آمده گفته که انسان ها ارزشمند هستن، و از همون بحث خلقت انسان گرفته تا جاهایی که خداوند متعال در آیات متعدد اومده گفته که ما هر آنچه که در زمین و آسمان هست رو مسخر انسان ها کردیم. هر آنچه که در زمین و آسمان هست برای انسان ها آفریده شده است. انسان ها می توانند از تمامی نعمت هایی که در زمین و آسمان هستن استفاده کنند. یعنی تمامی اون مخلوقات جهان غیر از انسان، همه در اختیار انسان هسته. و این واقعا خودش یک نوع ارزش گذاری و ارزشمندی به انسان هست دیگه. بله دقیقا. این پس نشان میده که خداوند متعال در ذات، یعنی فطرتن و ذاتن ما را ارزشمند آفریده. بله. پس ما یک موجودی هستیم که فطرتن و ذاتن ارزشمند هستیم. بنابراین این مؤلفه اول سبک زندگی عزتمندی را داریم، در فطرت ما وجود دارم. ولی از یک طرف هم هست که در کنارش خب یک سری ارزشمند ارزش هایی را خب ما باید کسب کنیم به واسطه برخی خب رفتارهای خودمون، به واسطه برخی اعمال خودمون. اینکه خداوند متعال در قرآن کریم همیشه سفارش میکنه انسان ها را به انواع رفتارهای به فضائل خوب، به فضائل نیک، به رفتارهای خوب، به خواندن نماز، صدقه دادن، به کمک به ایتام، یعنی تمامی اعمال صالحی را که خداوند متعال در قرآن کریم به انسان‌ها سفارش کرده، اینها در جهت تکمیل همین ارزشمندی‌ها هست. یعنی که ما ارزشمندی‌های یک سری ارزش‌هایی را باز کسب کنیم و بیافزاییم به اون ارزشمندی‌هایی که خداوند متعال در وجود ما قرار داره.
بنابراین میشه گفت که در قرآن خداوند ارزشمندی را دو نوع برای انسان قرار داده. یکی ارزشمندی هست که در ذات انسان قرار داده، یا همون کرامت نفسی هست که خداوند متعال در انسان قرار داده، و دیگری اکتسابی هست که خود افراد میتونن که با وسیله او رفتار خودشون با اعمال صالح خودشون این ارزشمندی را کسب کنن، و یا حتی برعکس خدای نکرده یک شخص با گناه خودش، با یک عمل زشتی، با یک عمل ناپسندی، حتی این ارزشمندی که داره همین را هم از دست بدن. یعنی نه تنها به ارزشمندی های خودشون بیفزاین، بلکه اونها را هم از دست بدن و واقعا او کرامت نفس خودشان را زیر سوال ببرم. پس فکر میکنم بخش بزرگی از قسمت عزتمندی در زندگی برمیگرده به خود افراد، ای که چون میتونن یک سری از فضایل اخلاقی را کسب کنن و یا یک سری از رذایل اخلاقی را از خودشون دور بسازن. دقیقا به هر حال یک نوع فکر میکنم آفرینش این فضایل برای انسان ها بسیار مهم است، اما ای که چطور میتونیم ای کسب کنیم این صفات اکتسابی را که شما گفتین و چطور میتونیم که به هر حال به دست بیاوریم این سری از خصوصیاتی را که شما میگین، اگر راهنمایی بفرمایید برای بینندگان عزیز ما بسیار ممنون میشم از شما. قطعاً آنچه که خب در آیات و روایات متعدد خب زیاد آمده این که ما وقتی که به عنوان یک شخصی که میخواییم یک زندگی عزتمندانه داشته باشیم و میخواییم که ارزش های خودمون رو در زندگی کسب کنیم، اولین راهش این هست که با ایمان و عمل صالح پیش بریم. قطعا اگر ما ایمان خودمون رو به خداوند متعال بیاییم خالص کنیم و بیاییم هر چقدر به خداوند متعال بیشتر نزدیک باشیم در زندگی اسلامی خودمون، حالا چون ما اینقدر میگیم که اسلامی، چون بحث ما سبک زندگی اسلامی است، یعنی هر چیزی که ما میخواییم در قالب یک زندگی اسلامی میخواییم پیاده کنیم، بنابراین اگر ما هر چقدر ایمان خودمون را تقویت کنیم، خود همین تقویت ایمان باعث میشه که بسیاری از رذایل اخلاقی از ما دور بشه و ما به فضایل اخلاقی نزدیکتر بشیم. وقتی که انواع فضیلت های اخلاقی بر ما شکل میگیره و منشأ همین فضایل اخلاقی خانم قاسمی عزیز بحث عزت نفس هستن. عزت نفس خودش پایه و اساس تمامی فضایل اخلاقی هستن و خود عزت نفس هم با تقویت ایمان در انسان به وجود می آید. اینه ما اگر وقتی که خودمون رو به خداوند نزدیکتر احساس کنیم، احساس توانمندی می کنیم. شما هر شخصی مؤمنی رو که ببینید، تصور کنید یک شخص با ایمانی هست که خب این هر چقدر خودش رو به خداوند نزدیکتر کنه، درجه ایمانش قوی تر میشه و خودش رو به خداوند بیشتر نزدیک میکنه. درسته. یک لحظه نگاه میکنی که این شخص یک نماز عادی خودش رو میخونه و بعد به نماز مستحبی روی میاره و کم کم حتی به نمازهای شب هم روی میاره. همینها باعث میشه که ناخودآگاه کم کم این عزت نفس در او بیشتر شکل میگیره، قوت میگیره، به خداوند متعال بیشتر نزدیک میشه و خودش رو بیشتر باور میکنه. همین باور هست که درست او رو نزدیک میکنه خانم قاسمی عزیز. بله دقیقا. و چقدر خانم عالمی چقدر این میتونه تاثیر داشته باشه روی ارتباط انسان؟ بگذارین این رقم بگم که ارتباط انسان با خداوند میتونه بسیار اثرگذار باشه روی ارتباط او با افراد جامعه. من اگر به عنوان یک انسان و یک مسلمان ارتباط خدا با خداوند هرچه بیشتر قوی تر بسازم، به قول شما فضایل اخلاقی را به مراتب بر خود زیادتر کسب میکنم و داشتن این فضایل اخلاقی من رو کمک میکنه تا با اطرافیان خود حالت محبوبیت و اعتمادی رو که دیگران برای من دارن نسبت به من دارن در جامعه، و اون محبوبیت و اعتماد میتونه باز منعکس کننده همه عزت نفس و اعتماد به نفس باشه در هر فرد که بتونه باز در زندگی خود به صورت عزتمندانه او رو پیاده کنه. فکر میکنم خیلی مهم است و همین سرمنشأ ارتباط انسان با خداوند که خودش سرمنشأ هست بسیار زیاد میتونه تاثیرگذار باشه روی ارتباط ما با افراد جامعه. درست است؟ دقیقا همینطور است. چرا که اگر واقعا
همینطور که اگر انسان فقط یک طرفه بدون اینکه عزت نفس داشته باشه، فقط بخواد با خداوند ارتباط داشته باشه و ایمان خودش رو تقویت کنه، ولی به او خود نقطه عزت نفس خودش توجه نداشته باشه، از یک طرف نمیتونه با دیگر افراد اصلا ارتباط برقرار کنه. درست. و این واقعا یک امر دوسویه هست که در کنار تقویت ایمان، عزت نفس خودش رو میبره بالا و از اون طرف همونطور که شما فرمودین. ممنون. سپس برگردیم به روایات. گفتیم که یک سری روایات هم داریم راجع به بحث عزت نفس، اگر برای ما بگین ممنون میشم از شما. بله، در روایات زیادی هم این که خب عزت نفس همطور که میدونی خب جز مباحثی هست که بسیار جز مباحث اخلاقی هست و در روایات بسیار زیاد بر روی بحث عزت نفس و داشتن کرامت نفس اینها بسیار تأکید شده هست و خب اهمیتش هم از اینجا منشأ میگیره که بسیاری اصلا سبک زندگی ما، سبک زندگی ائمه ما، اهل بیت علیهم السلام، همه این بزرگواران، تمام این بزرگواران بر اساس یک زندگی عزتمندانه داشته. شما همطور که خب ماه محرم گذشت، ما دیدیم که در ماه محرم وقتی که وقایع عاشورا را بررسی میکردیم، تمامی حوادث و اتفاقاتی که در زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام روی داد، همه اینها منشأش برمیگرده به زندگانی عزتمندانه که حضرت امام حسین علیه السلام و یارانشون و تمامی کسانی که با ایشان همراه بودن و شکل شدن داشتن. اگر او زندگانی عزتمندانه که ایشان نمی داشتن، قطعا نمی تونستن که به این درجه نائل پیدا کنن و تا این زمان ای عزت و بزرگی این خاندان همچنان دست به دست بچرخه و زمان به زمان در این زمان همچنان زنده و پابرجا بمونه. و این برمیگرده واقعا بحث اهمیت عزتمندی و عزت نفس هست. خب در روایات زیاد آمده، یکی از مباحثی که خب بسیار در روایات همه ائمه بر اونها تکیه دارن بحث خودشناسی هستن. این تمامی ائمه ما همیشه به این تأکید داره که افراد خودشان را بشناسن و بر اساس او خودشناسی که دارن خودشون را، خب وقتی که خودشان را بشناسن، خدا را میشناسن و جهان پیرامون خودشان را میشناسن. بله. در بحث عزت نفس هم احادیث زیادی اومده که در بحث خودشناسی هستن. از حضرت علی علیه السلام روایت شده که کسی که ارزش خودش را بشناسه، خودش را ذلیل و خوار نمیکنه. یعنی کسی که ارزش و قدر خودش را بشناسه، خودش را خوار و ذلیل نمی کنه. و واقعا همینطور هسته. شما وقتی که این برمیگرده به همون بحث شناخت خود انسان هسته. یعنی عزت نفس یک ارتباط مستقیم و نزدیک داره با شناخت خود انسان ها. و این در روانشناسی هم همینطور هسته، میگه که افرادی که در جامعه وجود دارن، یعنی دچار در جامعه افرادی که عزت نفس بالایی دارن و یا افرادی که عزت نفس پایینی دارن، اینها چه کسانی هستن؟ چون افراد در جامعه وقتی که وارد میشن، شما تصور کن یک شخصی هست که عزت نفس بالایی داره، بر اساس اون شناخت هایی که داره، اون شناخت های خودش رو میخواد در جامعه همین شناخت ها رو شناسایی کنه، یعنی بر اساس اون شناخت های خودش رو در جامعه تطبیق بده و خودش رو با جامعه هماهنگ کنه. بنابراین یک وقتایی میبینه که اون چیزی که او شناخت داره در جامعه هماهنگ نیسته، یعنی چون عزت نفسش پایین هست، احساس حقارت میکنه. میبینه که خب بنابراین وقتی که شناخت های خودش با اون چیزی که در جامعه هست، با اون حقایقی که در جامعه هست، با اونها هماهنگ نیست، وقتی احساس حقارت میکنه، بنابراین بس به راحتی میتونه دچار یک سری پرخاشگری ها بشه، دچار یک سری خلاف ها بشه، گناه بشه، یا همین بزهکاری هایی که بسیار جوانان نوجوانان انجام دادن. این ها به خاطر چی هست؟ به خاطر همون ناهماهنگی هست که بین رفتارهای افراد و شناختهای افراد، اون چیزی که فرد در ذهن خودش داره و اون چیزی که با رفتار خودش داره، اینها ناهماهنگی وجود داره. برای این طرف شخص دچار یک سری اختلالات میشه و او حقارت خودش باعث میشه که دچار بزهکاری و گناه بشه. ولی از یک طرف نه، شخصی که عزت نفس بالایی داره،
این دچار حقارت نمیشه، یعنی به هیچ عنوان احساس حقارت نمیکنه. و وقتی احساس حقارت نکنه هیچ دلیل نداره که وقتی که در یک موقعیت قرار میگیره دچار پرخاش بشه به طور مثال، و یا یک گناهی رو مرتکب بشه و یا یک خلافی رو مرتکب بشه. یعنی او عزت نفس او اون رو خوددار میکنه، خوددار میکنه، او احساس حقارت رو از او دور میکنه و باعث میشه که ارزش خودش رو بشناسه. حضرت علی علیه السلام هم میگه که اگر شخص خودش رو بشناسه، به خودشناسی برسه، از این خودشناسی به یک عزت نفسی میرسه که باعث میشه که خب کمتر دچار حقارت بشه و در قطعا کمتر دچار گناه و اشتباه میشه. یعنی ما میشه تقریبا میشه گفت منشأ بسیاری از گناهان ما شاید همین بحث نداشتن عزت نفس باشه. بله، ممنونم از شما که با ما هستین در برنامه و همچنین از همراهی شما بینندگان عزیز که با ما هستین در برنامه امروز روشنا با موضوع سبک زندگی عزتمندانه، که بعد از یک میان برنامه کوتاه همچنان در خدمت شما خواهیم بود و بحث ادامه خواهیم داد. خب به ادامه برنامه روشنا خوش آمدین. بخش پایانی برنامه هست و همچنان صحبت‌های خود ادامه میدیم راجع به سبک زندگی عزتمندانه. خب خانم عالمی، داشتیم راجع به این که در رابطه با عزتمندی در روایات چه آمده و چه نکاتی رو میتونیم از اونها برای خود در زندگی بیابیم صحبت میکردیم. میشنویم از شما راجع اول باش که راجع به این موضوع برای بینندگان عزیز بگم که در بخش قبلی طبق آیات و احادیث ما به این نتیجه رسیدیم که یکی از گام‌های نخستین و اساسی برخورداری از عزت نفس این هست که ما به یک خودشناسی برسیم، یعنی توانمندی ها و نقاط ضعف خود درک بکنیم و بدانیم که در کدام قسمت ها توانمند هستیم و در کدام قسمت ها نقطه ضعف داره، که این خودش میتونه باز راه را بر ما نشان بده که در چه زمینه ها میتونیم با عزت نفس پیش بریم و یک زندگی موفق و امیدوارانه داشته باشیم. ادامه بدن خانم عالمی. بله، یک دسته دیگه از روایات هست که میایه به ارزش ها و توانمندی های ذاتی و اکتسابی افراد را با اونها متذکر میشه. یعنی در روایات همونطور که گفتیم در قرآن خداوند متعال ارزشمند ها و ارزشمندی ها و توانمندی ها را برای مؤمنین بیان کرده، ائمه اطهار هم در روایات زیادی اومدن گوشزد کردن به تمامی افراد که افراد به چه نحوه اون ارزشمندی هایشان را و توانمندی هایشان را بشناسن، با اونها گوشزد کرده که از طریق اونها بتوانن عزت نفس خودشون را بالا ببرن. خب این یکی از این روایات روایتی هست از امام باقر علیه السلام که میفرماین کسی که ارزش خودش را بشناسه دنیا در نظرش حقیر و بی ارزش جلوه پیدا میکنه. خب این نشان دهنده همین هستش که خب اگه شخص باید ارزشمندی خودش را درک کنه. گفتیم احساس ارزشمندی یکی از مؤلفه های بحث عزتمندی بود. خب خود عزت نفس هم خود بحث عزت نفس در روایات دیگری هم خب زیاد آمده گفته که احساس ارزشمندی رو اومدن بر
افراد متذکر شدن که انسان اشرف مخلوقات هست، اینکه انسان به چه روش خاصی خب خلقت شده و خداوند در خلقت انسان یک احتمام جداگانه را ورزیده و واقعا توجه ویژه‌ای که به انسان شده، اینها همه اینها نشان از ارزشمندی انسان هستند و ائمه اطهار همین ارزشمندی ذاتی و اکتسابی، ما گفتیم که ارزشمندی ذاتی همون هستش که خداوند در انسان قرار داده و ارزشمندی اکتسابی که خود افراد باید خودشان، گرچه ارزشمندی اکتسابی خودشان هم منشأش خداوند متعال هستش، یعنی تمامی اون ارزش هایی که ما میگیم، عزتی که ما میگیم، منشأش خداوند متعال هست، ولی کن این که انسان خودش کسب کنه به واسطه عمل صالح، اینها در همه افراد خب قرار وجود نداره. این خداوند فقط در یک عده افرادی که مؤمن هستن و جویای این ارزشمندی هستن در اونها قرار داده. بله. بنابراین یک دسته از این روایات متذکر میشه انسان را به این که ارزش های خودش را بشناسه و از اون طرف توانمندی های خودش را بشناسه، یعنی بدونه که در وجودی شخص چه نیروهایی نهفته هستن، نیروهایی که میتونه که یک شخص را در زمینهای مختلف رشد بده. حالا این زمینه میتونه در مباحث معنوی باشه، یعنی در رسیدن به خداوند، در قرب الهی باشه، در رسیدن به خدا باشه، هم میتونه در مسائل مادی و مسائل در اصلا در سبک مادی زندگی باشه. یعنی با در زندگی مادی خودمون هم نیاز به این داریم که احساس عزتمندی داشته باشیم، احساس توانمندی داشته باشیم و توانایی های خودمون رو بشناسیم. اگر ما در زندگی عادی هم توانایی های خودمون رو نشناسیم، قطعا بسیاری از برنامه های زندگی ما با شکست مواجه خواهد شد. همونطور که ما اگر ما بتوانیم در بحث تحصیل، چه در بحث علم و دانش، چه در بحث کار و تلاش، در بحث تربیت فرزند، در بحث زندگی فردی و اجتماعی، در همه اینها ما نیازمند این هستیم که توانایی‌های خودمون رو در هر لحظه بشناسیم و این توانمندی ها هم حتما باید در چارچوب هنجارهای اجتماعی باشه، در چارچوب هنجارهای جامعه ای که در او هر فرد زندگی میکنه. ما نمیتونیم بگیم که صرف کمال گرایی یا همون توانمندی که بدون هیچ چارچوبی باشه را در نظر نمیتونیم بگیریم دیگه، درست است؟ دقیقا همینطور است. یعنی برای رسیدن به چنین توانمندی هایی، برای رسیدن به این اهداف، قطعا ما باید چارچوب های او جامعه در نظر بگیریم و ولی وقتی که ما از سبک زندگی اسلامی صحبت میکنیم، چارچوب ما تمامی اون چرا که ما توان، چه ارزش های ما هست، چه توانمندی های ما، در قالب اون قواعدی باشه که ما رو برسونه به یک سبک زندگی اسلامی. حالا این عزتمندی میتونه از هر روشی باشه، چه در راه رسیدن به خدا باشه، چه در راه موفقیت های مادی در زندگی ما. اینها ما باید در قالب اون چی که در جامعه، در همون جامعه‌ای که ما قرار داریم، مطابق قالب های همون جامعه باشه، مطابق قوانین و قواعد و مطابق با تقریبا میشه گفت عرف های همون جامعه، اینها باید پیش بره تا ما رو بتونه به موفقیت ها برسانه. و راجع به این که میگن بیشتر صحبت کنیم خانم عالمین، که کسب توانمندی یک فرد چقدر به خود فرد برمیگرده که باز بتونه به او عزت نفس بده. شما در ابتدای برنامه اشاره کردین که داشتن عزت نفس از همون اوان کودکی و نحوه برخورد والدین با کودک میتونه در او شکل بگیره یا حتی شکل نگیره، خدای نکرده، و خب یک نوع حس حقارت درونی در او ایجاد کنه که برمیگرده به نحوه ارتباط والدین با خود طفل. اما بیایم بگیم که خود فرد چقدر میتونه نقش داشته باشه در کسب ای عزتمندی وقتی که وارد جامعه میشه. من فکر میکنم در نقطه اول حضور فرد در جامعه هست که میتونه او را به خودشناسی برسه. ای که مثلا حالا به خصوص در جامعه ما که خانم ها محدود هستن و نمیتونن که
زیاد در جامعه حضور پیدا کنن. بیایم بگردیم حالا چون که بحث تربیت فرزند هست و از کودکی باید عزت نفس، فکر میکنم در وهله اول خود والدین هستن که باید او عزت نفس داشته باشن تا بتونن اون انتقال بدن به کودک. و یکی از عواملی که میتونه تاثیرگذار باشه بر کسب عزت نفس، حضور فرد در جامعه است در راستای باورمندی او و شناخت او و نقاط ضعف و نقاط قوتش. من میخوام که راجع به این مسئله هم صحبت کنین که آیا اثرگذار هست، چون بخش بزرگی از تربیت فرزند بر دوش مادر است. دقیقا همینطور، اتفاقا در روایات بسیار زیاد تاکید شده که اگر افراد میخوانین، یکی از در ادامه میخواستم اتفاقا همین را بگم که در که اگر شخص بخواهد عزت نفس خودش را بالا ببره، یکی از راهایش همین است که با مردم مدارا کنه، یعنی در ارتباط خودش با افراد، چه حالا در یک خانواده هست، چه در یک جامعه هست، در هر حالا یک جامعه کوچک هست، بزرگ هست، در یک هر جامعه که وجود داره، اون شخص ارتباط خودش رو با افراد به صورت یک ارتباطی داشته باشه که با تمام مردم مدارا داشته باشه، یعنی احترام و متقابلی که بین افراد وجود داره، یعنی خودش به افراد احترام بگذاره همونطور که میخواد که افراد به او احترام بگذاره. احترام گذاشتن به افراد هم عزت نفس خود انسان را میبره بالا، هم در خود انسان یک عزت نفس ایجاد میکنه. و از سوی بسیاری از رفتارهای دیگر کرمانی دیگر، مثل اینکه بخوایم به دیگران کمک کنیم، کمک کردن به دیگران، حتی کمک کردن به دیگران، حتی در روایات اومده که صدقه دادن به دیگران، هدیه دادن به دیگران و هر نوع رفتاری که کریمانه باشه با دیگر افراد، همه اینها باعث میشه که احساس عزتمندی و ارزش در فرد شکل بگیره، یعنی شخص احساس ارزشمندی کنه. وقتی که شما تصور کنید که یک شخصی باشید که با دیگران با رفتار کریمانه داشته باشید، رفتار محترمانه داشته باشید، در وهله اول خودمون با خود برای خودمون ارزش قائل هستیم، میگیم خب من یک شخصی هستم که خب ارزشمند هستم که اینطور رفتار کردم. و یا وقتی که به یک نفر کمک میکنیم، حالا هر نوع کمک ما، حالا ممکنه مادی باشه یا معنوی، یک احساس ارزشمندی در خود ما ایجاد میشه. همین ها میتونه زمین ساز عزت نفس و عزتمندی در شخص باشه. یعنی ما در این سن هم که هستیم، حتی میتونیم عزت نفس رو در خودمون تقویت و پرورش کنیم به واسطه همین پرورش فضایل اخلاقی در خودمون. خود این پرورش، این فضایل اخلاقی، خود این رفتارهای ما با دیگران، رفتارهای کریمانه‌ای که با دیگران داریم، همه اینها میتونه که از یک شخصی که حتی یک عزت نفس پایین داره، کم کم خودش را به یک شخصی تبدیل کنه که کم کم دچار یک عزت نفس بالایی داره و عزتمند خودش را واقعا پرورش بده. و اون موقع هست که ما میتونیم با اون یک والدین قدرتمند و توانمند عزت نفس را به فرزندان خودمون هم آموزش بدیم. بله. و در پرورش عزت نفس در فرزندان یک نکته‌ای که بسیار مهم هست برای روانشناسا با اون خیلی تاکید داره، این هست که میگه که فرزندانت رو اگه میخواین که عزت نفس داشته باشن، در دوران شیرخوارگی و در دوران که بسیار طفل هستن، بدون شرط به اونها محبت کنید. و این باعث میشه که عزت نفس فرزندان تقویت بده کنن، یعنی بدون شرط، بدون اینکه بخوایم بر اونها شرط و شروط تعیین کنیم، به اونها محبت کنیم. و این باعث میشه که بسیار در تقویت عزت نفس کودکان تأثیر داره. بله، ممنون از شما که تشریف آوردین به برنامه و همچنین ممنون از شما بینندگان عزیز که ما را همراهی کردین در برنامه امروز روشنا. فراموش نکنین که شما ارزشمند هستین و توانا و توانمند. بدرود و التماس دعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.